پاکستان یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. نام مقدس خداوند با کلید رحیم و رحمان. نام مقدس خداوند با صفات رحیم و رحمان کلید راه سعادت است. با عرض سلام و ادب خدمت همه بیننده های عزیز تلویزیون جهانی آریانا افغانستان، امیدوار هستم که هفته های خوش سپری کرده باشین. بیننده های عزیز، امروز از تاریخ 27 اپریل سال 2015 عیسوی و برنامه به طور لایف زنده از شبکه جهانی آریان افغانستان با دو همکار عزیز نازنینم خلیل جان راغب و شیرین نازنین مرا همکاری میکنند تا به مدت یک ساعت به طور لایف زنده میمان خانه های شما عزیزان باشیم. بیننده های عزیز، باز هم از هر یک شما از طریق فیسبوک، از طریق ایمیل و از طریق تلفن جهان سپاس و مسیج های شما را، سوال های شما را در خود تلفن مسیج خود و هم در مسیجایی که از طریق ایمیل ها روان کردین با خود دارم. انشالله که همیشه براتون جمع‌آوری کردیم و انشالله که به خانش میگیرم. و برنامه امروز ما شامل مطالب زیل است که در قسمت اول میخوایم که راجع به تقوی حافظه که یکی از برادرای عزیز سوال کرده بودن هفته پیشتر و یکیم از برادرای عزیز راجع به تکالیف پروستات سوال کرده بودن و درباره بعض یکی سوال کرده بود، یک سوال داشتم که به خاطر یک خوارم بود که گفت زخ چطور از بین میره از نگاه طبی یونانی، و خودم با خود معمو فوایدی که راجع به زرشک است، فوایدی که راجع به بیز که چی کار کمک میکنه و چون بهار است فصل آلوچه است، میخوایم درباره آلوچه هم صحبت کنم و باز مطالب دیگه هم با خود دارم که انشالله در قسمت شروع برنامه همشان به خانش میگیرم و در قسمت آخر انشالله که به تلفونای شما عزیزان هم جوابگو میباشم. در قسمت اول میخواستم که راجع به تقوی حافظه که از ما سوال شده بود که گفتن که بسیار فراموشی پیدا میکنن باز اوقات که حتی کلیشان یادشان میره، یا یک کتاب را که میگیرن یک جای میمونن فراموش میکنن، یا در یک سوپرمارکت که میرن متوجه میشن که پشت چی آمدن و چی میخواین بخرن، و یک کم حافظه فراموشی در بعض اشخاص پیدا شده که باز بسیار یعنی بسیار و تشویش هستند که خدای نخواسته ممکن است که شروع الزایمر باشم. البته این فراموشی های حافظه خرد و کوچک این دلیل به الزایمر نیست. الزایمر بیخی یک مریضی علایده است که من انشالله در برنامه هفته آینده خود سر الزایمر و سر باز تکالیف دیگه که مثل مایگرین و سردردی هاست که یکی دو بیننده ایم دیشب زنگ زده بودن، اما چون ما برنامه امروز تهیه کرده بودم نمیتونستم که ایره هم بگنجانم. انشالله که در برنامه آینده سر از این صحبت میکنم. بر تقوی حافظه از نگاه خوراک و از نگاه سپورت ها، بهترین سپورت هایی که شما بر حافظه تان کرده میتونین امی بازی کردن پازل ها یا گیم هاییست که شما فرض کو کمی باز در باز دوکان ها شما یافت میتونین کمی گیم های موجود است. فرض کو ساختن خانه، ساختن یک حیوان است، تیاره است، تمام چیزها با صد یک و نیم صد دانه
پارچه های از این گیم موجود است و شما ایره میتونین که کل از ایره یک جای بسازین و عکسشم در پشت قوطی موجود میباشه. شما میتونین حافظه تان رو بکار پرتین که از کجا شروع کنین و ایره چه قسم مکمل بسازین. این بهترین یک نوع گیم است به خاطر کسایی که تکالیف حافظه و یا یاد فراموشی های زیاد دارن. دیگه تنفس های عمیق همیشه ما گفتیم که همیشه از بینی تنفس عمیق میکنین و ای هم حافظه تانه بر خاطر که اکسیژن در برین تان زیاد میبره و خون صاف میسازه و حافظه تانه تقویه میکنه. همیشه در وقتی که راه میرین، در وقتی که به خاطر سپورت میرین و باز اوقات در خود خانه یا در فضای آزاد هستین، باید تنفس های عمیق فراموش نکنین که بر حافظه هم بسیار رول مهم بازی میکنه. و مصرف گرفتن ویتامین بی چی از نگاه غذا و چی از نگاه خود ویتامین بی حتما باید بگیرین و هم چیزهای دیگه که ممکن است که براتون بسیار کمک کنه، یکی قدم زدن است، یوگا، مدیتیشن و بسیاری اوقات هم کسایی که زیادتر نانهای سفید یا بوره زیاد مصرف میکنن یا نان سفید زیاد مصرف میکنن، اینا امو انفلمیشن وقتی که در وجود زیاد میشه تبعیض در مغزم زیاد میشه و مخصوصا خود امی آرد سفید و بوره مغزن به اصطلاح انفلمیشن است. تا که میتونین باید از اینا جلوگیری به خاطر از این کنین که وقتی که امی پندیدگی در وجودتان زیاد میشه ای باعث بسیار زیاد امراض میشه. از این باید یک اندازه دوری کنین و ایواز ازو از نانهای سبوس مخصوصا نان جو زیادتر استفاده کنین بخورین و همچنان باز تحقیقات نشان داده که در ممالک مثل تورنتو کانادا یا در نیویورک تحقیقاتی که سر اشخاص کردن، اشخاصی که زیاد کاربوهیدرات میگیرن اینا بر از اینا بر مغزشان یعنی قوی تر میباشه و ایره شما میتونین که از غلجات، از حبوبات و از میوجات زیاد بگیرین که در این جمله باید آرد سفید و بوره و برنج کامل قطع کنین. البته برنجایی که بسیار شما رو جوش میتین و اوش از بین میبرین باید این کار نکنین، این بسیار مفید است. از کیک و کلچه باید شدیدن دوری کنین اگر میخواین که مغزهای به اصطلاح سالم داشته باشین و شکرتان و کلسترولتان و فشارتان سالم باشه، باید از خوردن زیاد کیک و کلچه و موادی که بسیار قوی یا بسیار زیاد قوی است باید دوری کنین. بسیار چیزا بخورین، لایت بخورین و کوشش کنین که از ترکاری ها و میوه ها زیاد استفاده کنین. همیشه وقتی که شکمتان گرسنه میشه میخواین که در پیش از غذایتان یک چیز بخورین، اومن کوشش کنین که سیب بخورین، ناک بخورین، کیله بخورین که هر کدام از این به ذات خود برای وجودتان کمک میرسانه و مغزتان تقویه میکنه و همیشه کوشش کنین که بعد از نان و غذای شبانیتان از دزرت جلوگیری کنین به خاطر وقتی که شما دزرت های مثل کیک و کلچه و من هم میفهمم فیرنی ها و این چیزها را زیاد میگیرین، این هم برای حافظه چون وقتی که به بستر خواب میرین باز هم برای شما یک اندازه تکالیف را پیدا میکنه. پس کوشش کنین که زیاد از این چیزهایی که شیرین باب است نگیرین. همیشه کوشش کنین که برای روز 35 تا 40 دقیقه قدم بزنین با تنفس های عمیق. کتاب بهترین یک چیز بسیار خوبه که برای مغز ما یعنی کمک میکنه خواندن کتاب است. هر نوع کتابی که شما دوست دارین، چی از نگاه شعر، چی از نگاه قرآن عظیمشان، چی از نگاه تفاسیر، چی از نگاه باز داستان ها، کوشش کنین که زیاد کتاب مطالعه کنین، زیاد مجله بخونین. این بسیار براتون مفید است. و دیگه بهترین چیز خواب درست است. وقتی که شما خواب کافی نداشته باشین، برای یک انسان نرمال در حدود تقریبا 8 تا 9 ساعت باید بخوابه. اینال باز اوقات باز اشخاص است که در طول شب چندین بار بلند میشن، خوابشان نارام است، خواب درست نمیبینن یا ای که فرض میکنم
نفسشان بند میشه، یک باز کسا ممکن است که پنک اتک هایی داشته باشه که در وقت خواب ناراحت شون، خواب درست نداشته باشن، و این هم چون خواب که صحیح نباشه حافظه چون امی خود شیریان ها آهسته آهسته دمج پیدا میکنه، اکسیژن درست رسیده نمیتونه به مغز. از او خاطر است که بعد از ای اگر ای در شروع ها جلوگیری نشه ممکن است در آخر باز خدای نخواسته ای فراموشی های زیاد باعث آلزایمر و مریضی های دیگه مغز شود. و کوشش کنین که امی مایچه هایی که در مغز است، امی تمام مساماتی که در مغز است باید کلشون باز باشن، کل از اینا تنفس کنن. اما تا که شما تنفس میکنین اکسیژن داخل مغزتان میبرین، مغز خودش هم فعالیت های خودش شروع میکنن به شکل درست. دیگه ای بود سوال از ای برادرم، امید است که کوشش کنه که همیشه خوب، معمیش در هر برنامه میگفتم خوب بخورین، خوب تنفس کنین، خوب سپورت کنین، و از نوشابابی که باعث تکالیف در وجودتان میشن، مثلا کوک و فانتا و نوشابه هایی که کل از ای یک دنیا رنگ و بوره دارن، دوری کنین بر خودتان، بر اطفالتان و بر پدرها و مادرهای عزیزتان که سن و سالشان بلند است و در خانه های شما زندگی میکنن. کوشش کنین که اونا را با ایشان کمک و همکاری کنین و اینا را بهترین غذاها، بهترین ترکاری ها، بهترین میوه ها و برشان گیم ها را بانین که بازی کنن، برشان یاد بتین، در گوشایشان موزیک بانین، یا فرض میکنم کسش که میتونه کتاب مطالعه کنه تشویقش کنین که کتاب مطالعه کنه، و پدرهای مادرهایی که انشالله که هنوز هم سر پای خود هستن میتونین که شما هم رایشان به تفریگاه ها برین، به جایی که قدم بزنن، تنفس کنن، تا وقتی که شکر پای و حافظهشان سر حال است. ای بود درباره از این سوالی که ای برادر عزیز از من سوال کرده بود. حالا میخواستم درباره یکی از برادرهای عزیز بر من هفته پیشتر به خیالم که ما چون نبودم در برنامه، برنامه رکمانده بودن راجع به پروستات، و او چون برنامه هفته پیشتر فکر میکنم از سابقه بوده و بسیار قطع وصل میشده و اینا مسیج مانده بودن که ما هیچ فهمیده نتانستیم، صدای برنامه را درست شنیده نتانستیم. با او خاطر ما میخواییم که باز هم راجع به پروستات چون این سوال شده بود ایره براتان بگویم که پروستات هم از جمله تکالیف است که باز اوقات بعضی از برادرای عزیز به ای گرفتار میشن که یک پندیدگی بسیار زیاد پیدا میشه که در قسمت امی ادرار نمیتونه که صحیح و درست ادرار بره و بسیاری از اینا شب 3 تا 4 بار از خواب بلند میشن و به تشناب میرن، فکر میکنن که بسیار ادرار دارن و ادرار به شکل قطره قطره میایه، چون یک نوع انفلمیشن یا پندیدگی بسیار در وجود خود پیدا میکنن. و از نگاه هرب که برادرم هم نام از او رو نفهمیده بود، به نام سا پولو موتو، یعنی SAWPALMETTO سا پولو موتو، که در تمام دوکان ها و یا موجود است یافت میشه، و اگر بازم شما یافت نتانستین میتونین امرای ما در تماس شوین، اما در همه جای، البته در دوکان های عادی که شما دوکان های افغانی یا مغازه های ایرانی یا هندی یافت کرده نمیتونین، تنها در جاهایی که هول فود ها، جایی که چیزای نچرال و طبیعی و دواهایی که از تقریبا چیزای نچرال یا طبیعی تیار شده از اوجه ممکن است یافته بتانین، و اگر نمیتونستین بازم با ما صحبت کنین، ما امو خود وبسایتش براتون میگم. و همچنان بی پالن، بی پالن هم مثل ساپلوموتو وارسته که از گرده خود گل گرفته میشه توسط زنبور عسل، و ای هم در امو جایی که گفتم یافت میشه. و دیگه از نگاه چیزای طبیعی که خورده میتونین، خسته کدو برای کسایی که امی پرابلم دارین بسیار مفید است، و همچنان زنک، زنک شما میتونین در ران فیل مرغ، در بادام بسیار زیاد، و خود تابلت زنک بگیرین. ویتامین ای یک چیز بسیار حتمی و ضروری است کسایی که ای تکلیف دارین. بادنجان رومی از جمله ترکاری ها، بادنجان رومی و مرچ تازه
بسیار اتمی و ضروری است گرفتنش. پینت، پینت بتر خودمی خود پینت اخو به شکل خسته پینت هم است و به شکل خود کریمش هم است که در روی نان میتونین بزنین، او را هم گرفته میتونین. از چیزایی که جلوگیری کنین یعنی نخورین، او عبارت از مصالحات بسیار تند است. البته مرچ تازه تندیش فرق میکنه با مساله ها یا اسپایس های بسیار تندی اندی، از او دوری کنین. و همچنان بوره و نان سفید، گفتم که بوره و نان سفید باعث پندیدگی در رگ ها، در مفصل ها و در وجودتان میشه. به او خاطر است که برای تکلیف پروستات هم نان خشک، مخصوصا نان خشک سفید و بوره شدیدن جلوگیری کنین. بسیاری ما افغان ها چون بسیار زیاد با نان خشک عادت دارن که حتی با برنج و سالن و هر چیز نان خشک میگیرن و همین نان خشک مخزن انفلمیشن در وجود میشه. به او خاطر هم بسیار فایده داره البته نان گندم، اما بر کسایی که انفلمیشن دارن یک اندازه ضرر میرسونه، چی از نگاه پروستات باشه، چی از نگاه روماتیزم باشه، چی از نگاه استخوان دردی باشه، چی از نگاه مفاصل باشه. و همچنان خوردن بوره، از این باید شدیداً دوری کنین. و دوای خود اگر دکتر براتون دوایی که برای خود پروستات میده، عموماً دوای پروستات یک ساید افکت داره البته، اما عواقب جانبی البته که برای وجود ضرر میرسانه کل دواها داره، امی تایرنول، هدویل، هر چیزی که میخورین یک عواقب جانبی داره. و این دواهای خود پروستات هم امی خاصیت دارن که سر وجود باز تاثیرات هم اندازن، که یکی از تاثیرات بسیار زیادش وجود اما پوستتانه در مقابل اشعه آفتاب یک اندازه اساس می سازه، که وقتی که شما که دواهای ازیره می خورین باید از آفتاب شدیدن دوری کنین، به خاطر که پوست بسیار حساس و نازک میشه، که یکی از خاصیت های ازوز. اما اگر شما ساپلوموتو که یک عرب طبیعی بگیرین یا بیپالن که یک عرب طبیعی بگیرین، اینا اصلا ساید افکت یا عواقب جانبی ندارن. ای بود درباره سوال هزی برادر عزیزم که به خاطر پروستات سوال کرده بودن، امید است که سوال خود گرفته باشن. حالا میخواستم که راجع به بیهی، گرچه که سر بیهی سابقا برنامه هایم سر خوراک ها بسیار زیاد تیر شده، اما بازم چون بسیاری از بیننده های عزیز روز به روز به تعدادشان شکر افزوده میشه و سوال کرده بودن که بیهی چی خاصیت داره و بیر به چی شکل بخورن. بیهی دارای ویتامین های A، B، E، B6 و دارای ویتامین P. یعنی ویتامین P یکی در انجیر است، یکی در برنج است و دیگه هم در بیهی زیاد موجود است. و بیهی برای تکالیف مریضی های شما مثل سینه دردی، مثل تکالیف روده، مثل تکالیف انجره، مثل تکالیف که سرفه میکنین، بیهی بسیار مفید است. بیهی چی میکنه؟ که اعصابتان را تقویه میکنه. یعنی وقتی که شما یک دانه امی بیهی زرد پارچه میکنین، چی به شکل کامپوت میخورین، چی به شکل قورمش میخورین، چی به شکل استیم در بخار و چی به شکل خود تازش. البته نه به شکل خوراکایی که ما مردم با پیاز و بساط ها و پخته میشه، اما تمام مواد و ویتامینایش از بین میره. دیگه بر میده بسیار زیاد مفید است. آب جوش داده از این هم کسایی که تکالیف رحم دارن، برازی آبش بسیار خوب است. وره خونریزی میده، هر نوع خونریزی که در داخل در روده و میده باشه بسیار زیاد است و کسایی که تکلیف بوی دهن داره او را هم از بین میبره. اشخاصی که در زمان حاملگی خانم ها یگان ذره دلبدی ها دارن، بر دلبدی هایشان کمک میکنن. و اشخاصی که سوزاک، یعنی سوزاک هستن، بیهی بخورن برای مو ادرار بند شدن. حتی برای کسایی که پروستات هم داره، چون موضوع پندیدگی است و ادرار قطره قطره میه، بیهی برش بسیار مفید است.
تخم بیهی که به نام بیدانه یاد میشه، تخمک های خستگک های سیاه سیاه خورد است. شما میتونین که او را هم به خاطر اگر سلفه خودتان میکنین یا اولادتان سلفه میکنن، این را میتونین که کمک از اوش جوش بتین یا بدانتان بانین بجوین بخورین. برای ازی بسیار برای سینه بسیار خوب است، برای مخصوصا سلفه های خشک، بسیاری کسایی که سلفه خشک میکنن. و حرارت معده را رطوبت شد درست میکنه، و اگر تب دارین تب پایین میاره، و کسایی که سوزش دهن دارن بر از او اگر به جوند دهن خود بگیرن، اما لواب از او برمی دهن بسیار مفید است. و کسایی که آفتاب زدگی دارن میتونن که خود از ایره اما القلق کنند در قسمت پوست خود بزنن، برشان بسیار مفید است. ای بود درباره فواید بسیار خوب بیهی که سوال کرده بودن که بیهی فوایدش چیست. و دیگه یکی از خواهرای شب پیشتر بر ما سوال کرده بود که بخیلم در برنامه راجع به کلندیلا صحیح نفهمیده بود که چه قسم ارب است. کلندیلا دفعه پیش هم ما نشان داده بودم و ای یک گل بسیار زیبای مقبول است که یک ارب است و ای بهترین دوا کسایی که تکالیف خدای نخواسته کارن دیزیز در روده خود یا کالن کانسر دارن، بر از اینا بسیار زیاد مفید است. و کسایی که خون ریزی ها در روده های خود دارن، روده ها سراخ شده یا میدهشان تکلیف داره، برای جگرشان بسیار مفید است، برای بیره و دندانایشان بسیار مفید است. کسایی که تکالیف سرطان داره، سرخکان کشیده، گوش دردی داره، صدا گرفتگی داره و درد دندان داشته باشند و یا زخم میده و یا مریضی های پوست، برای از اینا بسیار زیاد مفید است که به شکل چای و این خون صاف می سازه. حتی ما در برنامه پیشتر خود سر از این مفصل صحبت کرده بودم، کسایی که زخمای عمیق در قسمت دست یا پای خود دارند، بسیاری اوقات باز السرها یا زخمها در قسمتهای پای پیدا میشه یا در قسمتهای دست پیدا شه و تداوی نشه، شما میتونین که یک اندازه یک جوش میتین و میمانین که سرد شوه و امور مثل زماد دم قسمت درد پا دم زخم پایتان یا دستتان یا انگشتتان بسته میکنین، بر از او بسیار زیاد مفید است. و کسایی که حتی نقرس دارین و انگشت پایتان بسیار زیاد دردناک است و نقرس دارین، میتونین چای رو بخورین و میتونین که امو خود از او را دم قسمت انگشت پایتان بانین و سرش دسمال بسته کنین، امو کوفت و درد و ناراحتی هایش از بین میبره. البته میتونین که عسل هم بایش مکس کنین و اموجه بانین، ای بسیار کمک میکنه. خوی سوالم شد، حالا میخواستم که راجع به زرشک میخواستم که فواید زرشک براتون بگویم که زرشک چی فایده ها داره. زرشک یک تب سرد داره و طعمش هم ترش است، یعنی وقتی که زرشک به دهن میکنین ترش است. برای قبضیت بسیار زیاد مفید است، اشخاصی که قبضیت دارن به شکل دائمی و مخصوصا کسایی که بسیار معتاد هستند. مثلا در افغانستان امروز طبقه بسیار زیاد زن و مرد و جوان و پیر ما به تریاک مبتلا شدن که بدترین یک مریضی است که خدای نخواسته اگر کس به تریاک گرفتار شده باشه. و زرشک که امیال از شیرین نازنین جهان سپاس تشکر میکنم که زرشک انداخته، و زرشک همیشه ما در برادرها و خوارای ایرانی ما یک غذای بسیار مقبول تیار میکنن، زرشک پلو که بسیار خوشخور است و زرشک فشار خونتان پایین میاره. و امیال به صفحه نگاه کنین که زرشک دانه های بسیار زیبا و مقبول داره، گلهایش ببینین، خودش ببینین و ای بسیار مقبول و زیباست. با قدرت خداوند هر در طبیعت هر چیز را که خداوند روان کرده با ما و شما قابل تقدیر است و باید از شیرین نازنین جهان سپاس تشکر میکنم. و ای بر کیسه صفرا و جگرتان بسیار زیاد مفید است، چون ویتامین سی از ای 100% است، مثل کیوی، مثل مالتا و مثل لیمو 100% ویتامین سی داره. و برای اشخاصی که میوکس یا بلغم در سینه خود و در میده و یا در
قسمت سینه خود دارن برای از اینا بسیار زیاد کمک میرسانه و برای جهاز آزمه بسیار فایده داره که جهاز آزمه تانه نرمال نگاه میکنه. فشار خونش خواست که فشار خون بلند دارین چونی هم ترش است هم ویتامین سیز و هم تب سرد داره. هر چیزی که تب سرد داره فشار خون پایان میره و برای تکالیف گفتم تکالیف رحم خانم دخترهایی که تکالیف از نگاه نسایی دارن برای از اینا هم بسیار زیاد مفید است و از این اطمان استفاده کنین نوش جان کنین چون بسیار یک ترکاری خوشخور و یک میوه بسیار خوب است که خداوند بر ما و شما ما را به اصطلاح لایق دیده و چون اگر ما هر چیز به مو شکلش درستش استفاده کنیم ممکن است که به امراض گرفتار نشیم، اما اگر ما هر چیز به شکل درست نخوریم و یا بسیار زیاد اضافه روی دیو کنیم باز هم برای وجود خوب نیست. پس هر چیزی که ما میخوریم یک اندازه به مو شکل که صحیحش است. مثلا اگر ترکاری های خودم همیشه در هر برنامه من ایره به خود بسیار چی میکنم که بر شما همیشه میگم ممکن است که سر بازتان خوش نخوره که هر بار تکرار میکنی، اما من ایره وظیفه خود میدانم که باید از شما به می را و رسم امی زندگی کردن از نگاه هلت و نتریشن و صحی خوردن خود عادت بدین. چرا ما یک زمان در افغانستان از طفلی تا جوانی تا پیری امو یک نوع غذایی که سرخ می شد و پیاز بریان می شد و قورمه می شد و سبزی می شد و بسیار زیاد پخته می شد خوردن، اما آل روز به روز دنیا پیشرفت کرده، حلم پیشرفت کرده، باید ما امو چیزی را که می خوریم به شکل صحیحش بخوریم. مثلا اگر ترکاری ها را می خوریم، اگر میوه ها را می خوریم، اگر آب می نوشیم، اگر کوشش کنیم که از چیزهایی که بر ما مفید است. باید کسایی که مثلا اگر آب کم می نوشین وجودتان پوستتان خشک میشه، مجبور هستین که آب در روز 8 تا 9 گلاس بخورین، مجبور هستین که کوکنت واتر همیشه، ما چون در هر برنامه خود گفتیم برای کسایی که مخصوصا دیهیدریت میشه از نگاه استوما فلو یا از نگاه باز عملیات ها که میکنه آب وجودشان چی میشه یا دوایی که میخورن که آب وجود کم میکنه، هنال وجود روز به روز پوست خشک میشه. برازی چی خوب است؟ برازی آووکادو. خداوند هر چیزی رو که در روی زمین رایی کرده با مو خواصش که برای انسان دوا خو به این سالهای آخر پیدا شد، اما انسان فکر کنین که از طول وقتی که انسان پا به زمین گذاشته از نگاه طبیعت خداوند برش هر چیز میسر کرده که تمام ترکاری ها و میوه ها بیاره. اینال اگر شما فرض میکنم تمام ترکاری هایتان اگر جوش میتین آبش رو سمندازین هم از نگاه نوتریشن درست نیست، شما مو ویتامینش از بین بردین. پس کوشش کنین که هر چیز به مشکل درستش بخورین. غذایی که میخورین سرخ نکنین، مثلا در غذا زیاد از بوره استفاده نکنین، از نان سفید استفاده نکنین، روغن بخورین اما روغنای صحی بخورین، مثلا کنولا بهترین روغن است، آلو یا زیتون بهترین روغن است، فرض میکنم آفتاب پرست، کنجد، کلشان، اما به صورتی که سرخ نکنین. هر روغنی را که شما کوکنت بهترین روغن است، اما اگر شما این روغن ها را سرخ میکنین و بعد از او سر از او پیاز مندازین و دیگه ترکاری ها را سرخ میکنین نه، اما خاصیت روغن و کلسترول تبدیل میشه و خود روغن هم خاصیت خود از دست میده و غذاهایی را که پخته میکنین غیر صحی میشه. پس کوشش کنین که از این غذاها به شکل درست استفاده کنین. سوال دیگه که میخواستم، سوال نه البته میخواستم بر شما یک معلومات بدم که او عبارت از آلوچه بود که آلوچه در این فصل ببینین که بسیار زیاد است و آلوچه دارای ویتامین سی 100%، ویتامین ای، ویتامین بی و منرال ها میباشه، آب زیاد داره و کسایی که فشار خون بلند دارین باید در این فصل از گیلاس، از آلوبالو، از آلوچه، از زرشک، از گشنیز،
از بادرنگ، اینا کلش غذاهای فصل بهار هستن. مخصوصاً امیال اگر شما در همه جا میرین چقدر آلوچه های سبز زیبا را در درخت ها میبینین، شما میتونین استفاده کنین. مخصوصاً کسایی که تکلیف میده دارین، کسایی که تکلیف شکر دارین، فشار خون دارین، چون ویتامین سی از این بسیار زیاد است و ای یک میوه است که منرال. شیرین نازنین باز هم روی صفحه تلویزیون عکس آلوچه را گذاشتن که راستی آلوچه هم به قدرت خداوند که در این فصل یافت میشه از بهترین خوراک هایست که خداوند بر ما و شما داده و ما باید قدر از این خوراک ها را بدانیم و از یا استفاده کنیم. چی آلوچه است، چی سعی کنین به هر شکلش است، به شکل پختش هم که رسیده، به شکل سرخ است و در این فصل بسیار زیاد است. دیگه حتما از این استفاده کنین و ایره بخورین چون بهترین خوراک است. مخصوصا باز هم میگم کسایی که فشار خون بلند دارین حتما از این استفاده کنین. کسایی که تکالیف چشم دارین چون ویتامین ای از این زیاد است، برای جگرتان، برای کیسه صفرایتان بسیار زیاد مفید است. خود آلوبالو، گیلاس، تشکر میکنم شیرین نازنین، اینا کلشان ترکاری ها و میوه هایستن که برای وجود ما ضرورت داره، وجود ما، و ایره باید به شکل صحی و درستش بخوریم. دیگه همیشه در لایف زندگی خود خود اگه اندازه خوش نگاه کنیم. سر هر چیز، سر هر چیز خرد و ریزه این دنیای امروز ما را فکر کنین که امروز روز به روز جهان چقدر پهن شده میره، چقدر جهان کلان شده میره. شما اگر به کاهنات نگاه کنین که روز به روز چقدر ای بزرگ شده میره. اما ما انسان ها روز به روز دشمن خود، دشمن اهل بشریت، دشمن نسل خود هستیم. خود ما بادست خود. امروز امی زیبایی های آفتاب را ببینین، مهتاب را ببینین، ستاره ها را ببینین، بحر را ببینین، میوه را ببینین، ترکاری را ببینین. اگر ما امی هست همه چیز از اینا به شکل که خداوند بر ما داده قدرش کنیم، استفاده درست کنیم، دشمن خود نباشیم، دشمن امنه خود نباشیم. مثلا امروز در دنیای ما فکر کنین با امی زیبایی هایی که هست، امروز جهان با بم های ذروی، با کشت و کشتار حال، بهره فکر کنین با چی مایی ها را خداوند بر ما داده که لذت ببریم بخورین. اما مایی ها مخزن های تیل به بحر چپه میشه، مایی ها از بین میرن، مایی ها آلوده میشن، بحر آلوده میشه از زهریت. در روی دنیا تمام ترکاری، میوه، عبوبات، سبزه ها، فکر کنین در سر سبزه تیاره ها پاش میتن مواد را که تمام از او باعث زهریت در وجود ما میشه. به خاطر پول فارم ها مرغ، گوسفند، گاو تمامش هورمون ها میده که او کلان شوه، او چاق شوه، قیمت از او بلند بره، اما در بدلش صحت انسان از بین میره. یک مقدار دولت ها به خاطر پولی کار میکنن، یک مقدار خود ما انسان ها میکنیم. مثلا امی ناراحتی های اعصابی که در هر فامیل است. امروز ببینین برادر با برادر، پدر، مادر، خواهر، زن، شوهر، همه در دنیای فیلی که من ببینم کل دشمن هم شدن. از او خاطر است ما چطور اعصاب آرام داشته باشیم، ما چطور خواب راحت داشته باشیم وقتی که یکی با دیگر به اسادت های چتی، اگر مساجد های ماست، اگر تیوی های ماست، اگر مجالس های ماست، اگر دید و بازدید های ماست، همش از روی بسیار تظاهر امروز دنیا شده. دنیای فیلی ما که میبینم یک دنیای کاملا متضاد است با دنیای سابق. اگر نه امی دشت و دمن و زیبایی هایی که اگر انسان بخواید در این چراگاه ها، در این جای ها بره زندگی کنه، خوراک خوب، چرا مردم به قمراز؟ امروز ببینین که سرطان عالمگیر شده. و ایواز از این که انسان کشفیات خدا شروع کنه که سرطان از بین ببره، و ایواز از این که شروع کنه که چه قسم امراض از بین ببره، اما پولش میره به تانک و توپ و تیاره، پولش میره به چیزهای صرف میشه که اصلا قابلش نیست که کار کنه. اگر امروز ما سر هر چیز از طبیعت، از خداوند بر ما هر چیز داده خود ما را میگه
ما بر دادم را چا عقل منطق کل چیز این حال خود ما باید باز عقل خود از منطق خود استفاده کنیم چی بخوریم چه قسم بریم چی تنفس کنیم چی چیزها را نخوریم از چی چیزها دوری کنیم چیزهایی که باعث تباهی ما میشه باید دوری کنیم امی جلسی ها امی اسادت ها امی کشتار ها امی غیبت کردن ها چی میکنه وجود های کس ممکن است بر ما و شما ضرر نرسانن اما خودشان امی هورمون های وجود بر هم میخوره فشار پیدا میشه شکر پیدا میشه ناراحتی های دیگه در وجودشان پیدا میشه پس بیاین بیننده های عزیز تا جایی که چیزی که به قدرت و توانایی ما موجود است یعنی یک شخص هر شخص از خود شروع کنه مثلا در قسمت اول در قسمت صحت خود فکر کنه بعد از اون به صحت فامیل و خانواده خود فکر کنه چیزی که خوب است بخوره چیزی که خوب نیست یک طرف بانه چیزی که برش ضرر داره از نگاه خوابش استفاده نکنه چیزی که از نگاه ناراحتی اعصابش باعث اذیتش میشه یک طرف بگذاره همیش کوشش کنه که مثبت فکر کنه خوب بخوره به خانواده خود به عزیزای خود برای همه خود دوست باشه مهربان باشه عشق بورزه نه ای که هر کس از نگاه تنفر ببینه هر کس و یا هر روز فکر کنه که امروز روز آخر است و دیگه از این مریضی خوب نمیشه نه اگر ما مثبت فکر کنیم و دنیا را کلان فکر کنیم و عقده های شخصی و کدورت ها و ناملایمات زندگی را یک طرف بگذاریم توکل خود همیش به خدای خود کنیم و تا که دست خیر داریم کمک برسانیم هر نوع کمک که از دست ما بیاید حتی یک لبخندی که ما به یک نفر بزنیم اما خودش یک نعمت است یک محبت است که ما برای یک نفر دیگه او را دادیم اما اگر با پیشانی ترش با اعصاب خراب با جنگ با دعوا در خانواده خود در همسایه های خود و در بیرون از خارج خانه خود این رفتارا را کنیم چی میشه؟ ما اعصاب خود از دست میتیم پوست خود از دست میتیم شادابی که داریم از دست میتیم تمام ارگان های وجود ما برهم میخورن چرا بسیاری خوارا و برادرها از ما تلفن سوال میکنن که ما روز با روز اعصاب ما خرد میشه ما پوست ما از بین رفته ما تکالیفی که دارن هر روز ما میشنو میگه پارا در روز ده ها 20 30 40 تلفن ما میگیرم ایمیل ها که روان میکنن و دل ما به این میسوزه که چرا ما انسان ها دشمن خود هستیم چرا ما انسان ها نمیتونیم که خیر برسانیم نمیتونیم خود خوش نگاه کنیم ما حول خود خوش نگاه کنیم دنیا قزود گذر است که یک ثانیه خود ما نمیفهمیم باید از هر لحظه ازی که خداوند بر ما داده باید سپاسش کنیم خوش باشیم و هر کمکی که چی به انسان چی به حیوان چی به نبات ضرور نیست که ما بگوییم ای سیاس ما برش کمک نمی کنیم ای هندوس ای مسلمان است ای شوی است ای سنی است نه کلش خداوند خلق کرده خداوند هیچ سرحد نگذاشته پس باید عشق بورزیم دمی دنیای کوچک چاروزی که به ما آمده چه قسم خدا نگاه کنیم صحت خدا پوست خدا اعصاب خدا ارگانهای وجود خدا فامیلهای خدا دور پیش خدا تا ای برسه که مملکت خدا اما متاسفانه از مملکت اصلا با احتیاط نکنیم برای اینکه مملکت روز به روز به قهقرا رفت به خاطر چی؟ به خاطر پول پرستی به خاطر عقده به خاطر چوکی گرفتن امروز ما اصلا هیچ باید نامش نگیریم به خاطر که هیچ نوع صحبت دربارش درست نیست به خاطر که هر قدر آدم به این بپیچه زیادتر کل ناراحت میشه پس به خدا بسپاریم همه چیزه و دیگه خوش باشیم از زندگی خود لذت ببریم اینه به خاطر از این گفتم بیننده های عزیز چون که امی طبیعتی که ما داریم امی میوه و ترکاری و
آب و هوا و آسمان و جهانی که داریم باید به خاطر از این میگم که لذت ببریم، نه ای که به طاق فراموشی پرتیم و خود بخوریم. در پولیشون اموز که به امراض گرفتار میشه. تلویزیون جهانی آریان افغانستان روی خط هستین، بفرمایید. ولیوم تیوی تا نپخش کنین، ببخشین از تلفن صحبت کنین. بله بفرمایید. بله بیننده عزیز ما وقتی که پخش کرد فکر میکنم که لاینشان هم قطع شدم رایش. تلویزیون جهانی آریان افغانستان روی خط هستین، بفرمایید. بله سلام علیکم. سلام خواهر عزیز، اسم شما از کجا صحبت میکنین؟ نو من زرمین هستم که من از آلمان گپ میزنم. بفرمایید. خودم عمر من 20 سال هستم. بله. چندین بار در تخمدان من سیست برآمده، چند بار تال عملیات کردیم. اگر راجع به می یک معلومات بدید که من چی کنم، دکترها نمیفهمن و هر دفعه عملیات کرده میرن و میشه دوام چیزه نیست. اگر شما بر من کدام بسیار خوب، ما انشالله درباره ازی ما در هفته آینده یا ای که با تلفن ما که در روی صفحه است 493-6459 تلفنی هم را هم صحبت کنین، یا در هفته آینده ما انشالله که درباره ازی سیست گفته نه؟ سیست در تخمدان. بسیار خوب، بسیار خوب، انشالله هفته آینده. تشکر، روز خوش با من. تلویزیون جهانی آریان افغانستان روی خط هستین، بفرمایید. سلام خانم دکتر. سلام برادر عزیز، خوب هستین؟ من دکتر نیستم، بفرمایید. شما خوب، تشکر از شما، من خیلی زحمت کشیدم تا شما رو میتونم بگیرم. بفرمایید. سلام گرمم با آقای واقعی تقدیم میکنم، از آلمان صحبت میکنم. تشکر، انشالله خلیل جان شنیدن، اونا هم سلام میرسانن. تشکر. خانم دکتر مازمی تکلیف معده رنگ میبرم، شما یه هفته جلوی نیو هفته پیشتر راجع به همین داشتین صحبت میکردیم، من گرفتم متاسفانه همین درد ما کاملا دارم. اگه تویزی هم برای شما بودم، من سال 59 درد گرفتم به ایران بیدم تا 69 درو خوردم، عمل عکس هیچی نگرفتم، فقط 69 خیلی اذیت شدم. به چکا کام دکتر چیش محمد گفت تو زخمه میده در یک سامو نگاه کردم، بعد ما بود خونه خود صبح هم بود بیمارستان، شب خوابیدم صبح اندوسکوپی کردم دید تا زخمه میده داشتم بعد یک دیگه. بعد از این همین دروی که من تزیر میشد اینی پرازیل فقط، بعد از این خوب شدم، بعد از این خوب شدم باز مجددا گرفتارم، از این سال دوام میخورم تا یک مال آمدم با آلمان. مدت 6-7 ساله که با آلمان اون، ولی از این درد خیلی بیشتر حال رنگ میبرم، باد زیاد شده میدیم، اینقدر باده که نمیتونم زبون عاجز از گفتن از این، و سرم با بالش که مقدارم 4 ساعت یا 5 ساعت خواهی میشم، بعد درد میگیره، باید بلند شما خواب، باز بلند میشم میشینم، حالی پاتر پرازول به من میدم پروفیسور اینجا، من اولو گریپی میگیم اندوسکوپی و اولوسکوپی همه چیزی کردم، میگه التهاب میری تو زیاده دیگه مشکلتونه داری، ولی من خیلی درد دارم، هیچی خورده نمیتونم. همه گزارش هایی که شما همه دادیم، همه به سبزی خام اینا اصلا برای من استفاده سخت کرده که اصلا نمیتونم روغن. از این مشکل هم بالی محمد عمل غربی، بالی محمد عمل غربی عمل کردم، غرب مر مدت 6 ماهی، ولی که روغن اینا مر اصلا پریز دارم، یعنی نمیتونم بخورم. این همه مشکل ما دارم، اگه لطف کنیم من چی باید در قدم اول در پالوی دوایتان که میخورین چون زخم میده دارین، هر 5 دقیقات مقدار غذا بسیار خرد بگیرین، کم کم بخورین، یک بارگی غذا هیچ وقت نخورین و شکمتان هیچ وقت گرسنه نمانین. دیگه که کرم امی کبج که میگن کرم، شما جوش بتین و آب زیره بخورین، آب کرم بخورین. بله. اسفرزه هر روز یک گلاس صبح یک گلاس شب بگیرین، برای اینکه می سر میده را میپوشونه. و ما به هفته آینده مکمل تمام غذاهایی که به زخم میده است، گرچه که من تمامش را گفته بودم دفعه پیشتر، باز هم براتون میگم که فعلا همین چیزایی که گفتم بگیرین، کم کم غذا بخورین، خدا گرسنه نمانین و از ترکاری های خام قطعا استفاده نکنین. ترکاری را مگر میخورین به شکل بخار یا استیم
بله بله ترکاری خوم غذا بازار کلا نمیتونم خورده و نمیخورم هم خانم دکتر غذا بازار اصلا هم بیترینی برای منم استفاد میکنم میدیم خیلی باد نفخه حتی گلو باد گلو هم میزنم باد گلو باد دگفت چه ندارم شما چی بکنم خیلی امی فقط پیش از این که غذا میخورین یک کمک تخم گشنیزه با با نعنای خشک یک جای کنید اینا را همه من میفهمم چون عطری واردم شغل ما اصل ما عطریه ما همه چیز اینا را واردم خانم دکتر ولی هنوز نه همهش همیشه تو اتاق ما بستی سر ما میخورم خیلی سرده اینجا خیلی باز برای شما میگن سرد بله برای هفته آینده انشالله مکمل مثلا از امی چیزی که در سابق گفته بودم براتان در هفته آینده میگم الهی زنده باشیم خداوند شما نگه داره برای بچه ها شما انشالله امرای شما خداوند شما را هم شفای کامل بده خلیل جان هم براتان سلام میرسانه زنده باشم یه هفته بگیم غایب بیدم خلیل جان مصروف بود نتانست در او هفته آمده انشالله در این هفته میاین بخیر یک دنیا ممنون خواهش میکنم خداحافظ روز شب خوش با منو تلویزیون جهانی آریان افغانستان روی خط هستین بفرمایین بله جان سلام علیکم سلام علیکم خواهر عزیز خوب هستین اسم شما از کجا صحبت میکنین ما از لندن صحبت میکنم اسم منیره است و میخواستم به مباره ترش بر ما معلومات بتین من خودم مدت یک سال میشه که نفهمیدم در باره چی؟ ترش یا رش یا جانا رش اوکی رش بسیار خوب انگلیسی ترش میگن رش مقصد از بخار است اگر رش است ترش تی آر تی ایچ آر یو اس ایچ یو اس ایچ من سر از این نمی فهمم ترش نام انگلیسی عزیزتا جانا خب من ایره پیدا میکنم براتون که سرش تا که من نفهمم که مریضی چی هست افتی و خارشت هست دمی جان خارش دکتر ها میریم و تابلیت میکن که به جانتان خب شما اصلا ایست به نام ایست انفکشن دارین ایست انفکشن دارین شما ایست انفکشن دارین و ایست انفکشن بسیاری اوقات از دواها پیدا میشه بسیاری اوقات از کم آبی پیدا میشه بسیاری اوقات از استرس پیدا میشه و شما بسیاری وقت هم از تب یا از جایهایی که شما خود شستشو میکنین یا میشینین در تب از او پیدا میشه اینال شما میتونین که ماست مقدار ماست بسیار زیاد کنین چون ماست یک انزایم است که مخصوص بر ازمی ایست انفکشن به کار میره شما ماست تا که میتونین ماست زیاد بخورین و اسفرزه هر صبح و شب بخورین بر ازی بسیار مفید است و دیگه که آب گشنیز آب زردک و آب انار و خود آب روز 7-8 گلاس شما باید بنوشین بخاطر که ایست انفکشن اینمی چیزهای که من براتان گفتم و یکی هم کرنبری جوس که 100% باشه زیاد بگیرین و امو دواهایی که براتان میته ازش استفاده کنین یا از کریمایش انشالله کمک میکنه اما بهترین چیزی که براتان کمک میکنه یکی اسفرزه است و یکی هم ماست بهترین بر از امی دوای عزیز به اصطلاح فهمیدین گپ مرا انشالله گرفتین؟ بله شب و روز خوش خداحافظ تلویزیون جهانی آریان افغانستان روی خط هستین بفرمایین عرش حضور شما که راج این خانم رشید بله صحبت سر ترش میکنن بله اگر به ایشان پیغام بتین که ترش اصل ویروس هست به نام منولیاس به نام چی؟ منولیاسیس یاسیس در اطفال و در زبانهای اکثرا رقم سفید چیز میشن بله در دان که پیدا میشن بله سفید است بله عرض به حضور شما که چیز دیگه که
در مرض زیاد پیدا بشه، در خانم ها زیادتر پیدا بشه، در قسمت پرایویتشان. بله. خوب تکیر نکنم. بله. یا در یک تشنابی که مرد شده باشه. بله. باشه یا زن شده باشه، آدم بشنه پا. بله. بسیاری اوقات دمی تپایی که در هتل ها و یا امی به اصطلاح در تپ میشنن در اوجا معمول است یکمکی با یک جوان ها اینا همه این مسائل بفهمن که باز خودت تحقیم کنن برمال اکثرین میکنن اما با نام ما خدمت خدمتان نرد کنن. تشکر برادر عزیز، انشالله که حتما سوال گرفتن. شب روز خوش، خداحافظ. خب خدا کنه که بی ای بیننده عزیز ما سوال که ای برادر ما گفت که راستی در دهن هم پیدا میشه، سری خانم ها دارن از ای تکالیفه و یکی بخارک های خرد و ریزی است که در یکی از خواره ما سوال کده بود که ما پیشتر فراموش کردم بگویم که در زبان شمی چای خرد و ریزه پیدا میشد که ما همیشه باید یکی همی برنج لک اگر شما ای را میده کنین و پودر بسازین پاش بتین بسیار کمک میکنه و خود سرکی سیب با عسل اگر شما مخلوط کنین و دهانتان روز دو بار سه بار آبکش کنین یا بسیار مفید است و گشنیز بجوین، گشنیز بشورین پاک بجوین، ای هم بسیار مفید است و کمک میکنه. تلویزیون جهانی آریان افغانستان، بفرمایید روی خط هستین. سلام رونا جان. سلام خواهر عزیز، خوب هستین؟ اسم شما از کجا صحبت میکنین؟ من نادیه هستم، از لنگب میزنم، اگر امکان داشته باشه همون گوشی رو بگیرین. بفرمایین نادیه جان. چیز بر شما میگم بازم چون آله اگر من از طریق گپ بزنم صدا پس چی میشه انعکاس میکنه، شما میتونین که باز بر تلفون ما خانه زنگ بزنین، ما خصوصی امرایتان گپ بزن. نه چا بله 493-6459. اتمن اتمن، تشکر جانم، روز خوش شما را همچنان. تشکر عزیزم، تشکر. خب دیگه یکی از خواره عزیزم سوال کرده بود که پیشتر سوال شال متوجه شدم که راجع به می قسمت آرنجش که بسیار خشکی میکنه و سوزش خارش میکنه که به صورت عموم یک نوع اگزیماست، شما میتونین که یا شلغم از ماشین بکشین و در قسمت بر چند روز بانین و یا زردک گشنیزه، ای چیزایی است که برای زمین بسیار برای اگزیما کمک میکنه و از کریمای مخصوصی که برای سوزش و خارش در دواخانه ها فروخته میشه از اون میتونین استفاده کنین و دستتان همیش با پنبه آب زردک بزنین، مساج بتین، آب گشنیزه بزنین. و یکی از خوارای دیگه سوال کرده بود که یک دستدردی بسیار شدید که در این قسمت که به نام تندنای دست است که باز بسیاری ها اثر موومنت یعنی چیزای وزمی نمیوردارن یا حرکاتی که میکنن امو قسمت بسیار زیاد درد پیدا میکنن و شما میتونین که بر چند دقیقه یخ بارین، بر چند دقیقه گرم بارین و از امو کریم یا یک نوع دوایست که به نام امو قسمت درد فریز میکنن، بیو فریز میتونین از او استفاده کنین و میتونین هم که اگر بسیار زیاد عذاب هستین میتونین که برای یک بار اگر پیچکاری کارتیزون میکنین باز برای یک چند سال آرام میباشین، میتونین که برای یک بار بگیرین، چرا کارتیزون باز اگر بعد دوبار و سه بار میشه
باز وجود بسیار برداشت امو چی کده نمیتونه، سر تمام ارگان ها بسیار تاثیر زیاد مندازه. از اون خاطر اگر بسیار شدید درد دارین یک بار میتونین این کار کنین. تلویزیون جهانی آریان افغانستان روی خط هستین، بفرمایین. سلام علیکم رونا جان خان. سلام خواهر عزیز، خوب هستین؟ اسمتان از کجا صحبت میکنین؟ فقط یک اینفورمیشن میخواستم چون مادر جانم بسیار مریض است، سو گفتم ببینم که اگر بتونن ما را کمک کنن. بفرمایین چی تکلیف دارن؟ مادر جانم چیز است به حساب تکلیف گاسیل و تلبونش است که گفتم ببینم اگر چیز به حساب بتونن کمک کنن از دوای خانگی یا رمیدی یعنی تنگ سو وی کن تیک کیر آف ات سو وات یعنی چه قسم باید کنترل کنیم. خب میخواین که از طریق لایف همی دقیقه از تیوی براتون بگویم که چی کنن یا بر پرایوت برم تلفن میکنین؟ هر دوش برما فرق نمیکنه. برما اگر نمیتونین از طریق تلفن رونا جان قند برما تشریف بدین سو میشنویم. باز اگر چی بود ما زنگ هم میزنم نمبری سلفونتان دارم در سلفونتان میتونم زنگ بزنم. همیشه کسایی که بفرماین همیشه کسایی که تکلیف بواسیر دارین، بواسیر عموما یکی که وقتی که وجود بسیار ضعیف میشه این تکلیف پیدا میشه، یکی همی که قبضیت هایی که بسیار زیاد وقتی که فشار بسیار زیاد میاد اونموسته که باز اوقات امو رگک های خرد و ریزی که در قسمت مرقد است بسیار آزار میبینه و بسیار باز اوقات خون میشه، خون ریزی پیدا میشه. اینا کوشش کنین که اول از آب مالتره با یک قاشق روغن زیتون مکس کنین بخورین، برای اینکه میده تانه همیش ملایم نگاه میکنه، و همیش پیش از خواب ناک بخورین، انگور بخورین، و همیشه در غذایتان سوپ اد کنین پیش از اینکه غذای دیگه تان شروع میکنین، یک سوپ لایت بخورین. و به خاطر تکلیفی که درد و سوزشش آرام شوه شما میتونین که امی پاکت های چای سیاه که هست اموره میتونین که گرم بگیرین ازش استفاده کنین، و از امی مشکوله هایی که گرم میباشه استفاده کنین، با سرش بشینین، امو درد آرام میسازه. بازم اگر معلومات دیگه زیادتر میخواستین و شماره تلفنم 493-64-59 میتونین که تلفن کنین و ما با شما صحبت میکنم. تشکر. تلویزیون جهانی آریان افغانستان روی خط هستین، بفرمایین. بله سلام علیکم. سلام خواهر عزیز، اسم شما از کجا صحبت میکنین؟ ما از هامبورگ جرمنی صحبت میکنم. بفرمایین سوال دارین؟ از خانم رشیدی یک سوال داشتم. ما خودم هستم، امروی ما لایف گپ میزنین، بفرمایین. خب تشکر بسیار زیاد. ما از جرمنی گپ میزنم، میخواستم مثلا از 5 سال میشه که به مرض سنیزید گرفت. بله خب بسیار خوب خانم رشیدی، مدت 5 سال میشه که ما تکلیف سنیزی دارم. نزدیم اون میگن آلمان ها بایسا ما شما ساینس سنیزی گفتم بله. دوباره عملیات کردم و همیشه چرک جمع میشه در قسمت های سر و پیشانی و قسمت های روم بخلای چشم به حد درد خراب دارم. حالا من دوباره سیرین دکتران گفتم که باید عملیات بکنم، یکی دو ماه خوب میباشم دوباره پس چرک جمع میشه. میخواستم اگر کنم دوای شما نظر تا و میخواستم بگیرم بهترین چیز برای همی ساینس یا همی چرکایی که میگیرن آب نمک است که حتی در خود دواخانه ها فروخته میشه که نمک در مابین آب در اسپری مندازن، اسپری آب و نمک میکنن، به خاطر از این که اینمی اسپری آب و نمک ای چرکا و اینا را کمک میکنه. و اگر همیشه شما در شروع هر وقتی که شما کمک میفهمین که ریزش میکنین اگر شما از امی آب و نمک اسپری کنین استفاده کنین و یکی هم کوشش کنین که در یک تشت گرم در یک کاسه نمک پرتین که در چند قطره لیمو و ایرا روی تانه به سرش بگیرین همو بخار از ایر زیاد تنفس کده برین، این ساینس ها را باز میکنه. و حتما دکتر براتون به خاطر امی چرک
انتیبیوتیک میته و اگر انتیبیوتیک میته انتیبیوتیک تانا هیچ وقت فراموش نکنین و در وقتی که زمستان است یا سرماست هیچ وقت روی تانا در گرمی نزدیک هیرکندشن چیزی که یخی به طرف روی تان بیاره هیچ وقت نکنین و در زمستان در خنک همیش کوشش کنین که روی تانا بپیچانین و همیش کوشش کنین کمی نمک اپسم سالت که از امیر بگیرین در یک خلطگک پرتین و گرم کنین همیش تکور کنین. هر وقتی که شما احساس میکنین که درویتان درد میه و سینسایتان زیاد نارام استین امراش اسپری نمک کنین، نمک در پاکت نمکای اپسم سالت در مابین یک خلطه پرتین، داغ تکور کنین، تفت آب و لیمو را با نمک همیش تنفس کنین و خدا همیش گرم نگاه کنین. انشالله باز چون آل تایم برنامه آخر شده مفصل انشالله به هفته بعد سرازی هم صحبت میکنم. تشکر. روز شب خوش براتان میخواییم. خدا حافظ. خب بیننده های عزیز و نازنین، چون وقت پروگرام به آخر رسیده و دیگه من تلفون های شما عزیزا را گرفتم نمیتونم، چون بعد از برنامه ما برنامه قاری صاحب است، من نمیخوایم که وقت از اونا را زیاد بگیرم. دیگه من همه شما بیننده های عزیز و گرامی خدا در سر تا سر جهان و ایکره خاکی و خداوند لایزال مسپارم و از خداوند برای همتان طول عمر و صحت سلامتی آرزو میکنم و به امید یک آینده روشن برای افغانستان برنامه خدا خاتمه میتم. انشالله هفته آینده سوالایی که امروز هم گرفتیم و باقی سوالایی که شما میکنین در هفته آینده انشالله براتان، اگر خداوند برای ما وقت داد و باستانستم برای تلویزیون ظاهر شم، انشالله تا هفته آینده همتان را به خداوند مسپارم. خداوند یار و مددگار همتان. شب بخیر.